سرحال باشین و درس گذشتهتان خوبتر یاد گرفته باشین. میپردازیم به درس جدید خود. درس جدید ما شما صفحه 21 است که عنوان درس ما اولین مکتب دخترانه در کشور است. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مکتب دخترانه در کشور. در سال 1221 میلادی ملکه سلیا خانم شاه امان الله غازی و مادرش از پول شخصیشان برای دختران کشور مکتبی را به نام اسمت تأسیس کردند که بعدها به نام مکتب ملاله مسما گردید. شاه امان الله غازی همزمان با تعلیم و تربیه پسران، تعلیم و تربیه دختران را نیز روی دست گرفت که مردم علم پرور ما از این اقدام شاه استقبال نمودند که امروز ما شاهد تعداد زیاد مکتب های دخترانه در سراسر کشور هستیم که همه با شوق و فراوان مشغول فرا گرفتن علم و دانش هستند. شاگردای عزیز، قبل از اینکه ما بپردازیم به متن کتاب و در رابطه با اولین مکتب دخترانه صحبت بکنیم، میایم لغتایی که از متن کتاب بیرون نویس کردیم براتون میخونم. شما هم قلم و کتابچه با خود داشته باشین و یادداشت بکنید لغت‌ها رو تا اینکه در آینده از این استفاده بکنید. تأسیس، اساس گذاشتن، مسما، نامگذاری، همزمان، همه وقت، خشم، قهر، محبوب، دوست داشتنی، علم پرور، علم دوست. خب شاگردای عزیز، عنوان درس ما شما اولین مکتب دخترانه است. قبل از زمان امان الله خان هیچ مکتب دخترانه وجود نداشت، اما زمانی که امان الله خان به قدرت میرسد، خانمش ملکه ثریا یک اقدام نیکی را پیش رو میگیره و میخواهد که دخترها هم مکتب داشته باشند و اونا هم به خاطر کسب کردن علم و دانش به مکتب بروند و اونجا علم بیاموزند. همین میباشه که در سال 1921 میلادی خانم امان الله خان و مادر امان الله خان از پول شخصیشان یک مکتبی را به نام اسمت تأسیس میکنند و این را به نام دخترها مسما میسازند که دخترها باید در اینجا درس بخوانند و این مکتب اسمت بعدها به نام لیسه ملاله مسما شد که تا فلحال هم در اینجا به نام به نام ملاله مسما است و شاگردای دختر در اونجا به فرا گرفتن علم میپردازند. خب شاگردای عزیز، شاه امان الله خان همزمان با تعلیم تربیه پسران، تعلیم تربیه دختران رو هم روی دست گرفت که این اقدامش از طرف مردم کشور مورد استقبال قرار گرفت. بر علاوه کابل، ما شما در ولایات دیگه کشور ما هم شاهد مکاتب دخترانه هستیم که هم به سلسله هم کارهای امان الله خان بود، ولی امروز خوشبختانه ما میبینیم که هیچ ولایت کشور ما فاقده مکتب دخترانه نیست و مکتب های زیاد ایجاد شده است که در اونجا دخترها به تعلیم و تربیت مشغول هستند. مکتب جای آموختن علم است و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم گفته است که آموختن علم به مرد زن مسلمان فرض است. پس ما و شما میبینیم که مکتب یک نیاز است، مکتب یک ضرورت است که باید ما و شما همیشه بریم به مکتب و اونجا مصروف درس باشیم. چی پسر هستیم چی دختر هستیم، باید که درس بخونیم تا اینکه هم خود ما راحت شیم، هم اینکه به جامعه خود خدمت کرده بتانیم. یک انسانی که علم میآموزه از یک انسانی که علم نمیآموزه، زمین با آسمان چی داره؟ فرق داره. مثلا حتی بعضی ها میگویند که انسانی که علم نیاموخته است او در حقیقت کور است و انسانی که علم میآموزه در حقیقت او یک چراغ روشنی است که حتی بر علاوه ای که خود روشن میسازه، اجتماع خود را یا محلی که بوده باش میکنه او را هم روشن میسازه. پس بهتر است که در هر زمان، در هر شرایطی که ما و شما قرار نداشته باشیم، با مکتب بریم، درس فرا بگیریم تا اینکه از ما یک انسان دانشمند ساخته شود و بتانیم به خود، به فامیل خود، به مردم خود، به جامعه خود و همچنان به کشور خود خدمت بکنیم تا کشور ما از این حالتی که فعلا داره از این حالت خارج شوه و در سطح کشورهای دیگه قرار بگیره و ما شما هم شاهد پیشرفت ترقی کشور خود باشیم. این بود درس ما شما شاگردان عزیز. خب شما میتونه که به وسیله پدرجان، مادرجان و همچنان خواهر برادرتان متن کتاب را
یک بار املا کار بکنه و همچنان یک بار دیگه نوشته بکنه تا اینکه املا را یاد بگیره، چون املا بدل کار شما است. چرا اگر املا نداشته باشه نمیتونید شما آنچه که میفهمی را بروی کاغذ بنگاره یا نوشته بکنه. اما زمانی که املا پیدا میکنه هر چیز میتونه که نوشته بکنه. اما اگر املا نداشته باشیم در حقیقت ما شما علم ما بدل کار ما نیست. یک بار دیگه من لغاتایتان تکرار میکنم، شما هم متوجه باشید تا خوب ذهن نشینتان شود. تاسیس، اساس گذاشتن، مسما، نامگذاری، همزمان، هموقت، خشم، قهر، محبوب، دوست داشتنی، علم پرور، علم دوست. این بود درس شاگردان عزیز. تا درس بعد، علی یاد.